شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی، هم اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، به نظرتون بزرگ نمایی داره میشه در مورد نقش ایران یا نه واقعا روی زمین داره نقش بازی میکنه؟ تهران روی زمین داره نقش بازی میکنه. فراموش نکنیم که بعد از این حملاتی که اسرائیل داره به جنین انجام میده و این جنین شده مرکزی که برای اسرائیل یک تهدید شده، چون که میدونیم خب بعد از اینکه غزه و حماس مثلا نمیخوان دخالت کنن تو چنین جنگی و این دو تا گروه جدیداً یک هفته پیش اگه اشتباه نکنم در ایران بودن، با مقامات با خامنه ای جلسه داشتن و بعد دوباره این حملات اسرائیل به جنینی که خودش یک داستان دیگه است که میدونیم عرفات تو 2002 بهش میگفت جنینگراد، یعنی همون استالینگراد جنگ جهانی دوم، که این مقاومت رو انجام داده که داستان جنین خودش داستانی که نشون میده بهترین منطقه است، بهترین جایی که تو بخوای از سر گروهای تنظیم کنی، گروهای میلیشیایی رو برای اینکه حمله کنن، چون که میدونیم فقیرترین پناهندگانی که بعد از تشکیل دولت اسرائیل تو این مکان هستن، جوانانی که نسل‌های جدیدی هستن، حتی زی جنریشن چند نسل ما اینجا جوانان فلسطینی داریم که کاملا فقیر هستن، چند زر کاری قسمتی هستن که بیش از حد بیکاری و فقر و اون اوضاع داره اون پتانسیل یا اون فرصت رو میده به هر کسی، نه تنها جهاد اسلامی و حماس، هر کسی بخواد تو چنین کمپ آوارگانی بخواد نیرو بگیره برای گروه‌های میلیشیایی، بهترین کسا رو میتونه اینجا پیدا کنه. ولی ضعف دیگه هم داره، تو این کمپ ما چنین امکاناتی هم نداریم تو بخوای کسی رو ترین کنی، یعنی تمرین نظامی بهش بدی که بخوای ازش استفاده کنی، ولی فقط از نظر انسانی تو نیرو گرفتی که این نیروها به خاطر اینکه ترینینگ و نظامی ندیدن راحت هم میتونن شکست بخورن در هر جنگی. حالا در مقابل مدامات اسرائیل صحبت میکنیم و این حمایتی هم که ایران میکنه از چنین گروهای مخصوصا جهاد اسلامی که میدونیم سویچ کردن یا تغییر دادن غزه به کرانه باختری یا وست بنک، این به نظر من تنها کشوری الان داره حمایت میکنه چنین که تنش بالا بره جمهوری اسلامیه. و دلیلش خیلی به نظر من مهمه، این موضوع که کمتر در مطبوعات هم صحبت شده، اینه که اسرائیل در موقعیت خیلی بدی قرار داره. موقعیت بد اسرائیل چرا؟ چون که اون نزدیک شدن اسرائیل به کشورهای عربی، حتی به عربستان، بماند که پیمان ابراهام که امضاشو بین اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی، همیشه ایران بوده که موضوع مد نظر کشورهای عربی بوده و باعث شده این کشورهای عربی به اسرائیل نزدیک بشن. ولی الان چیزی که داریم، خب کشورهای عربی دارن رابطهشو بهتر میکنن با ایران، پس در نتیجه اون کارت ایران علیه کشورهای عربی برای اسرائیل دیگه اون کارت اون استفاده رو نداره. ممنونم از شما، شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ما.